بریم با هم دیگه نامه اول پتروس 1:15-16 رو داشته باشیم. بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. آمین. آمین، 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 آمین. اگر او قدوس هست، ما باید خودمون رو تقدیس کنیم. او یک دیواری که تابلوی آگهی بود، نوشته بود نصب هر گونه وعده دروغ پیگرد الهی دارد. هر قولی که میدیم، حتی به بچه هامون خیلی مواظب باشیم. وقتی بچه هامون قول میدیم انجام نمیدیم، به اونها هم یاد میدیم که قول بدن انجام ندن. همون کاری که نظام جمهوری اسلامی کرد، که تعلیم اشتباه و خوی متاسفانه بی‌اعتمادی رو در کشور عزیز ما ترویج کردن و در جایگاهی قرار دادن که اونجا رویای خداوند و اراده خداوند چقدر سخت انجام میشه و وای بر من که تمام وقتم در حضور خدا صرف نیازهام بشه به جای اینکه بتونم از آنچه که اون منو نجات داده، کامیابی رو به من داده، امنیت رستگاری رو به من داده دور بشم. خدا بهترین رو به من داد تا در جایگاه درست قرار بگیرم، در مسیر اراده او رشد کنم، اما من هنوز به دنبال نیازهای زمینی هستم. هنوز عذر میخوام، ببخشید، کاسه چه کنم دستم گرفتم، یا مال خودم، یا مال بچم، یا مال شوهرم، یا مال دوستم، یا مال پدر و مادرم. هیچ اشکال نداره نیاز تو اینوری، اما بزرگترین نیازی که خداوند برطرف کرد روی زمین نجات و رستگاری ما بوده. در ابتدا میچشیم محبت اونو، اما بقیهش دیگه نمیتونه این باشه که دوباره به دنبال نیازهامون فقط به حضور خدا بریم. شاعر میگه فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشفه کند در کارش. فکر خدا این هست که ما شکل او بشیم، در حضور او رشد کنیم، کامل بشیم. فکر من این هستش که بتونم تو این دنیا، دنیایی که از من خواهد رفت، برای خودم یک زندگی آنچنان خوبی داشته باشم که من درش اشکال نمیبینم، کلام خداوندم درش اشکال نمیبینه. اما این گونه نباید باشه که وقتمون رو در حضور خداوند برای چیزهایی بدیم که از من خواهد رفت.